بینندای عزیز، برنامه کنونی کانال جمهوری پنجم به تحولات ناگهانی ولایت فاریاب اختصاص دارد. هرچند گزارش ها حاکی است که قوای تازه‌دم طالبان بعد از 24 ساعت دوباره وارد میمنه شدند و مقاومت افراد وفادار به مخدوم عالم در هم شکستند. اما ای آخر ماجرا نیست. ما حوادث سریالی و ساعت به ساعت باید منتظر باشیم که در اونجا چه اتفاق خواهد افتاد. در این برنامه من روی ریشه ای حوادث مکس میکنم. چرا چنین چیزی واقع شد؟ چرا در یکی از ولایات جنوب چنین چیزی تا هنوز البته واقع نشده است؟ این حادثه در بستر زیستی ازبک ها و ترکمن ها اتفاق افتاده که برمیگرده به سابقه کاری ملا فاضل مظلوم در اون منطقه که خودش اسیر ازبک ها شده بود. اما باز هم این تنها مسئله انتقام جویی ملا مظلوم نیست، بلکه چیزی فراتر از اوست که ما او را در این بحث به نام افغانیت و اسلامیت معرفی میکنیم. خب اولا برخی فکر میکنن که این یک نوع تلاشی است تا داعش در شمال تولد یا پیدا بکند بر علیه طالبان. یک نظر است. شماری هم به این باور هستن که دو طرف ماجرا تروریست ها هستن. کسی که زندانی شده تروریست است و کسی که او را زندانی کردم تروریست است. ماجرا را نباید با خوشبینی دید. موضوعی است که به منافع افغانستان ربطی ندارد. اما این نظریه واکنش سریع و یک مقدارم شیک و قراردادی به نظر می رسد که زیاد به فکر کردن زیادم نیاز ندارد. اگر ما این مسئله را از تاریخچه سیاسی افغانستان ببینیم، دو کلمه سیاسی به شدت با هم وابسته که افغانیت و اسلامیت باشد تعیین کننده این ماجرا هاست. تاریخ سیاسی در شمال در گذشته در همین چارچوب و در 92 سال پیش هم، زمانی که نادرخان در قصر گلخانه ارگ به پادشاهی رسید، این هیولای ایجاد سلطه تک قطبی، تک قومی و تک خاندانی را ما به نام افغانیت و اسلامیت در اونجا مظاهرش دیدیم. افغانیت و اسلامیت دو کلمه است که در زمان کرزی و اشرف غنی بیشتر بر زبان بی‌ریشه ترین آدما جاری می شد. کسایی که بیشتر از خارج آمده بودن و اکثراً از پشاور آمده بودن، زیادتر عمرشان در پاکستان گذشته بود. به خاطر پیشبرد برنامه های تعصب آمیز خود از این دو کلمه به عنوان یک پوشش استفاده می کردن. احمق سازی رقبای سیاسی و البته بسیاری ها را احمق ساختن. این دو کلمه افغانیت و اسلامیت در واقع اسم مستعار انحصار قدرت است. تصاحب قدرت یک دست، نابودی گام به گام سیاست همزیستی، از بین بردن عدالت سیاسی و نادیده گرفتن تنوع سیاسی قومی است. چیزی است که ما مدلش را سالها از زبان بی‌باورترین آدمها بر وحدت ملی شنیدیم که می گفتم چنین اقداماتی را یا چنان اقداماتی را ما انجام می دهیم، ملاحظاتی را در نظر می گیریم به خاطر وحدت ملی در کشور. او کلمه وحدت ملی بعدا در ماهای آخر حکومت غنی و حال در زمان طالبان تبدیل شده به افغانیت و اسلامیت. یعنی به شکل انبر مغز شما را می گیرن که به هیچ کدام از اینا شما چیز گفتن نتونید. اگر افغانیت و اسلامیت هست، یعنی از دو طرف، اگر از طرف راست هم بگیری افغانیت اسلامیت،
و از طرف چپ هم بگیری اسلامیت و افغانیت فقط یک هدف داره: تضمین کننده قدرت یک دست برای یک گروه. دیگه هیچ مفهومی ندارد در بازی سیاسی. یعنی اگر ما عبارتی ایره بیان بکنیم، قدرت بلامنازع یک قوم، نخبگان یک قوم، نخبگان خودخوانده یک قوم در قدرت سیاسی بدون حضور واقعی امو قوم در قدرت سیاسی. پس اقوام دیگه که غیر از این قوم هستن باید به عنوان رعیت بلامنازع خود در حیات سیاسی و اجتماعی تعریف بکنند. مانند گذاشته از 140 سال پیش که چنین بنیاد گذاشته شده است. چنین چیزی از 140 سال پیش خاصتا از 100 سال اخیر کاملا اجرایی بوده در نظام افغانستان، در سیاست افغانستان، در توزیع ثروت و قدرت به نام وحدت ملی، به نام ملی و حالی که نام افغانیت و اسلامیت به خود گرفته. اما ببینیم که از 100 سال به طرف نتیجه چی بوده. عملا نتیجه بی‌ثباتی دائم در افغانستان، تنش نابرابر دائم بوده، یا این تنش صدا داشتن یا در خفا بوده، مثل آب زیرکا در جریان بوده، بی‌اعتمادی دائم که در اشکال مختلف بروز کرده و بی‌ارتباطی جماعات ساکن در جغرافیا بوده. اما حاصل تطبیق گام به گام پوشش افغانیت و اسلامیت به نام مستعار یا سرپوش وحدت ملی تنها بی‌ثباتی دائمی نبوده، سقوط پی در پی و سریالی همی حکومت هایی بوده که تحت شعار اسلامیت و افغانیت به وجود آمدند. پس این نسخه اگر سالم بود، چرا فاصله سقوط بین دو نظام در تاریخ 100 سال اخیر از 1 تا 20 سال است؟ البته 39 سال حاکمیت ظاهرخان یک استثناء بود. نتیجه گیری که ما میتونیم بگیریم با این وضعیت، این به این معنی است که ما روی بستر یک سیل خروشان خانه میسازیم و بسیار خوش آمستیم، آرام فکر میکنیم به سعادت میرسیم. در این بستر سیل خروشان خانه امنیت احساس میکنیم و زندگی ما گل و گلزار است. نه، در عمل چیزی است که امروز با ما رسیده، سهم ما رسیده. یعنی در این مدت 100 سال اخیر نظام ملی در افغانستان ساخته نشد. یعنی اگر همین چیزا، همین نسخه ها کارگر می افتاد، واقعی بود، نظام ملی ساخته می شد. نظام ملی وجود نداره. امروز هر یکی از شما که در داخل و خارج از افغانستان به سر میبرین، نمیتونین ادعا بکنین که یک آینده سعادتمند ملی دارین. نمیتونین، پریشان هستین، به خود میگوین که چی خواد شد؟ چرا این قدرت قومی یک دست که به نام افغانیت و اسلامیت تاپه زده میشه محتاج کشور خارجی است؟ ریشه بومی نداره، تحمیلی است، بیشتر مأموریت میگیره تا در داخل مدیریت بکند. مدیریت عرصه داخلیش بی‌عدالتی و اجرای ستمگری دائم در تمامی عرصه ها. یعنی ما اشاره ما به انفجارات اجتماعی گاهگاه در این ولایت و در آن ولایت است و سقوط نظام های افغانستان است که اشاره اخیر ما به ارتباط حوادث فاریاب است. یعنی نظامی که بر اساس سلطه تک قومی، تک فکری، تک گروهی و خاندانی بنا شده و حال امو ذهنیت تحت نام افغانیت و اسلامیت باز هم مداومت پیدا میکنه، مانند ای است که آینده میسازی از خوباب. ای آینده همیشه همیشه با چکش افغانیت و اسلامیت تهدید میشه. همین آینده ساخته شده با فریب افغانیت و اسلامیت بازم در مواقعی که نتیجه نمیته و بنبست میرسه، با چکش همین افغانیت و اسلامیت
شکسته میشه، مانند شهرکاری که 5 ماه پیش اشرف غنی کرد، مانند قبل از او که در حق انتخابات چنین کرد. حال ما در مرحله قرار داریم امو چکشی که هر نظام هر وقت دلش میخواست میکفت، او دیگه دسته نداره. حادثه فاریاب نشان میده. بعد از فاریاب نوبت دیگر ولایت است. هنوز پنجشیر نجنبیده. بغلان، مزار شریف. ای چه بسا ممکن است که جنبش بعدی در قندهار باشد. چرا؟ ای چکشدارای افغانیت و اسلامیت در قندهار کاری از دستشان سر زده که نه قلم او را نوشته کرده میتونه و نه زبان برای بیانش وجود داره در امی 5 ماه. اما برای ایجاد سلطه یک گروه هر 10 سال یک دسته چکش افغانیت و اسلامیت اختراع میکنن تا به قدرت تکیه بزنن. اکنون این دسته که درست کردن دیگه دسته فلزی نیست یا چوبی نیست، از کاک و کارتن است. یعنی نتیجه نمیده دیگه. چرا؟ به خاطر از اینکه جامعه امروز از نظر مطالبات خود، افکار خود، دیدگاه های خود، احساسات خود به شدت امروزی هستند و گذشته بر نمی گردن. چکشداران افغانیت و اسلامیت با زندگی مواجه هستند، با زندگی پر از مقتضاهای جدید. خب پس کسی که با زندگی می جنگه به معنای عزیز که سر خود و سنگ واقعیت کوبیده میره تا مغزش پاشان شود. این گروه در عرصه سیاست افغانستان، در عرصه قدرت افغانستان همیشه حضور دارن. بسیار جالب است. این پدیده یا این گروه یا این دسته با عقب افتادگی شدید ذهنی مبتلا هستند. به طور جنون‌آمیزی علاقه دارن تا گذشته را به شانه امروز سوار بکنند. وقتی که نتیجه نمیده کار میکنن که در پس و پیش این نظام هر کاری که صورت گرفته یک بار از بین میرن. حالا ما بارها درباره حوادث شمال گفتیم که در اونجا در رو بستر چیزهای دیگه در حال اتفاق افتادن است که با حوادث گذشته کشور متفاوت است. ذهنیت ها عوض شده، نسل ها حرکت قوی مستقلانه به خود گرفتن، با محافظه‌کاران میانه ندارن، با وطن فروشان دیگه سر سازش نشان نمیدن. حال شمال یک دیگه است که افراد عقب افتاده ذهنی از نظر سیاسی، چه تنظیمی، چه محلی، چه از جنس افغانیت و اسلامیت ده او برای آخرین بار ده او دیگ میجوشن، یا پخته میشن یا محتوای دیگ تبدیل به زغال میشه یا می دیگ بسته انفجار میکند. زندگی برای گروه ها نه میگوید. این سیاست کلاسیک، سوار کردن گذشته و دوش حال، نادیده گرفتن احساسات، عزت، حق کار و آرزوهای نسل نو، اینا همیش پوست می اندازد. و اکنون امی پدیده در روی تابع آتشین شمال تاب و پیچ می خورد. از نادرخان تا ملا هیبت الله داستان افغانیت و اسلامیت و شکل قهقرایی و دروغینش بر مردم تطبیق شد و تا اینجا چلید. و با چه قیمت چلید؟ نظام ها از بین رفت، ثمره زحمات چندین نسل منهدم شد. عمر حکومت های جعلی کوتاه بود، اما حال همه گروه ها هنوز هم در کمین هستند. اکنون دیگه افغانیت و اسلامیت سیاسی عمری نداره که استفاده بکنند. نه در شمال عمر داره، نه در جنوب. این دیگه یک داستان کهنه شد که توتالیتاریزم قومی در یک جغرافیای جعلی مصلحتی اقوام مختلف و گرو بگیره. انتقام جغرافیایی که طبیعت و سرنوشت از ما گرفتن، اینا در درون خانه، در درون جغرافیا دوباره از مردم خود بگیره، از ما بگیره. شما با سرنوشت دردناک جغرافیای افغانستان اگر نگاه بکنید،
یک زندان است، یک کشور نیست. زندانی است که جور شد، جعلی است. حد حدود ای افغانستان امروز هیچ یکی از اجداد شما تعیین نکرده. قدرت های برتر تعیین کرده و نسل به نسل ما در اینجا تولد شدیم، زندانی تولد شدیم. باز در درون زندان هم یک زندان دیگه به نام افغانیت و اسلامیت که حاکمیت یک قشر یا به قول رحمت الله نبیل حاکمیت دائمی یک اقلیت خائن قومی را در اینجا دائمی ساختن. حداقل 140 سال عمر کرده. حاکمیت 200-300 نفر از نام یک قوم، نه همه یک قوم. او قوم هیچ خبر نداره که در 140 سال چی شده. یک چیز میشناسه: بیسوادی، گرسنگی، ناداری، بیخبری از دنیا، جنگ آمده شدن به نام افغانیت و اسلامیت. دیگه چیز نمیتونه. اما تمام امتیازات همین قشر اقلیت خائن گرفته. یعنی مردم در زندان دوم خودی زندگی کردن. این زندان دیگر دیوارایش شکسته شده، حالا کاربرد نداره. حوادث اخیر در شمال و زنجیره از این حوادث که بعدا خود دیدیم مصداق همین واقعیت است. یک نظام جبار ستمگر میارن، نامش چیزی گذاشتن که نه جوان اعتراض کرده بتونه، نه پیر، نه ملا، نه مفتی، نه روشن فکر. یعنی که اگر اعتراض کردی تاپیک کفر ارتداد و فرق خورده میره. یعنی تو با افغانیت می جنگی؟ با اسلامیت سر ستیز داری؟ خویی چی هست؟ ای حاکمیت یک قشر است. هم سلطان است، هم قاضی است، هم پلیس. از دوران نادرخان که حاکمیت مسجل شده تا به دوران فیلی که زندگی میکنیم، این قشر حاکم زورگو در هر دوره که آمده هم قوه اجرایه در پیشش، هم قوه قضایه و هم پلیس و ارتش. زیاد دور نمیریم، در دوره کرزی باید تفکیک قوا میبود. ای از قوانین جمهوری مردم سالار است که سه نهاد از هم تفکیک می باشه و مستقل می باشه: قوه اجرایه، قوه قانونگذاری و قوه قضایه. آیا شما گفته می تونین که در دوران همین 20 سال اخیر قوه قضایه در برابر قوه اجرایه، در برابر کرزی و غنی کدام استادگی کرده باشه؟ یا قوه پلیس و ارتش در برابر از اینا استاد شده باشه؟ مثلا جواب خواسته باشه؟ نه. چون جمهوری دروغ بود، تفکیک قوا نبود. یک سرپوش چدنی را سر دیگه گذاشته بودن به نام اسلامیت و افغانیت. بعض شعور خورده نمیتونی دیگه. در دوران غنی این آدم یک سلطان مستبد سلطنتی بود به نام رئیس جمهور افغانستان. 50 سال بعد ایره از بیغولای امریکا آورده بودن سر افغانستان. هم رئیس جمهور بود، هم قوه قضایه، خب یکی سگش بود. بخش عظیمی از پارلمان خب بیخی برده درگاهش بود. پلیس و ارتش خب بیخی به هر طرف که میگون بجاف میجفید. اگر دوره امان الله خان هم به عمر همی حربه افغانیت و اسلامیت اضافه بکنیم، پوره 100 سال میشه. در 100 سال اینی داستان روان بوده. کشور نامتوازن، همه چیز از نظم افتاده و یک انضباط خشن عسکری حاکم. جالبش ایست که از زمانی که جمهوری به وجود میه، افکار، اعمال و اجراعاتش خشنتر از دوران سلطنت است. اما لیاف حماقت افغانیت و اسلامیت سر هر کسی که خواسته هموار کرده و کس جرأت چرا نداشته. این در برابر افغانیت چیز گفته میشه؟ در برابر اسلامیت چیز گفته میشه؟ آله در برابر افغانیت هم شعار زد داده میشه، در برابر شعار دروغین اسلامیت طالب هم. قدرت میبری در دستشان، در دست یک گروه. ارتش در دستشان، خزانه به دستشان، قدرت فتوه هم در دستشان. اما سر از اون عمر هر نظام سیاسی که به اساس شعار
مندرآوردی افغانیت و اسلامیت روی کار آمده، نهایتاً از یک تا 20 سال نظام سیاسی ملی و پایدار در افغانستان هیچگاه شکل نگرفت. آل خواه از نظر ذهنی هیچ شکل نمیگیره. از نظر ذهنی همه چیز به طرف تجزیه روان است. چرا؟ قدرت همیشه در دست یک اقلیت خائن بوده. مراتب قدرت، محوری، میانه و سطوح مختلف، هر قومی که بوده، هر کدامش که سر قدرت آمده و توده های عظیم امون قوم خدمت نکرده، و خود خدمت کرده دیگه رو فراموش کرده. به امون خاطر نامش اقلیت خائن است. اکنون دوره فریب مردم با ایشوارا سپری شده. طالب طالب هم میخوره، یعنی امی شوار که طالب بسته کشور رو ویران کرد، جوی خون روان کرد، حال امی شوار خود که از طرف یک گروه رقیب خودش سرش تطبیق میشه قبول نداره. یعنی مثالش فاریاب در بدخشان هم چون این اتفاق میفته، چون بعض قدرت هست. این می افغانیت و اسلامیت چیز یک چیز مندرآوردی است، یک نام است. بعض قدرت است، قدرت انحصاری. این طلسم شیطانی دیگر با انزوا رفته. نمونه برجستش غنی بود. این خائن چی نمیگو، اما چی کار کرد که هیچ کس خواه نمیدید. او سردمدار افغانیت و اسلامیت خود میگرفت، در حالی که نه افغان بود نه مسلمان. افغان به اینه بود که 50 سال بعد دگاه خدمت کرده بود، هیچ با رگ و پود و مناسبات افغانستان آشنایی نداشت. اسلامیتش به اون اندازه بود که وقتی که نماز جنازه میخوان در رکوع میرفت. حال طالبان با همون مشکل مواجه هستن در فاریاب، اتفاقا در همون فاریاب که 25 سال پیش با جنرال ملک روبرو شده بودن. با جنرال ملک که بود از یک گروه مخالفش بود. این مخدوم عالم سالها زیر قمانده طالب تروریست جنگ کرده و هزاران ازبکم و ترکمن کشته و چی بیزتی هایم که ماهای قبل شده در عقیز و مردم. اما بان هم میبینی وقتی که بحث قدرت و بیعدالتی در میان میه، دیگه نه طالبی وجود داره، نه امیرالمومنین اهمیت داره، نه دیگه زود واکنش نشان میده. جنرال ملک طالبا را سر مردم خود را داد، یک نظم نسقی که در شمال بود اردو رو متلاشی کرد، در ظرف 3 روز دوباره جورنامه در تقسیم قدرت زد، گورستانهای بزرگی رو بر طالب جور کرد. آل نوبت افیزلای مخدوم است و قاری عالم مخدوم. آل سایبای پلیسی افغانیت و اسلامیت در کابل ایران موندن که ای آدم ها اگه ایلا کنن خویی کلان شده و با یک رهبر ملی ترک تبارات تبدیل شده. یعنی می مخدوم عالم این عملا جای مارشال دوستوم گرفته. یعنی مارشال دوستوم جوان است و هم باز طالب همین تو بیخش پخته. اگه آدم ایلا کنه ای آدم کلان شده، نفوذش زیادتر شده میره، پایش قایم شده میره، کنترل کردن ازی برای طالب در شمال دیگه ناممکن میشه. یعنی خرد کردنش هم جز با جنگ دیگه با دیگه طریق نمیشه. اگر اعلان کنه عین مقضیه پیش میه، نفوذش بالا میره، خشم خروش ترک تبارا افزایش پیدا میکنه و هر یک از معاونین درجه 3 و درجه 2 ازو با یک مخدوم عالم حاضر در صحنه تبدیل میشه. یعنی قطار که حال حرکت در آمده ایره کس استاد کرده نمیتونه در هر حالتش. نتیجه که من میخواهیم بگیرم ایست که طالبان در شمال افغانستان آینده ندارن، یا باید از اونجا بگریزن یا قتل عام میشن و با اسارت در میان مثل 25 سال پیش. اما من تو فکر میکنم که اینا ایلادانی نیستن. چرا طالب بسیار یک موجود یک دنده است، اما صاحب اصلی پلیسی افغانیت و اسلامیت چشم برای دیدن واقعیت نداره، گوشش هم هیچگاه و شنیدن حقایق آشنا نیست،
همیشه یک مشت محکم است بر کوبیدن و در مقام لجاجت خود و خشم خود مطلق به یک کور محکمگیر شباد دارد. بنان چه خواد پیش آمد؟ یک تباهی بزرگ، یک شکست عظیم داوطلبانه بر طالبا در شمال افغانستان. طالب به هر نوع قماری به خاطر تحقق افغانیت و اسلامیت که همون تحکیم سلطه تک گروهی تک قومی است، به هر گزینه به هر عملی دست می زند. مثل اشرف غنی که وقتی به بنبست رسید کاری کرد که در تخم بشر چنین کسی چنین عملی را انجام نداده بود در حق مردم خود. ویران کردن یک جغرافیا، یک آینده، یک جامعه، یک مدنیت نوپا به خاطر نجات یک چیز، افغانیت و اسلامیت. گزارشات هم است که در بدخشان هم همین داستان در جریان است. مولوی نجیب راغی را بندی کردن در کابل و او آدم بسیار سرکشی است. امکان دارد داستان فاریاب در بدخشان تکرار شود. اگر ما نتیجه بگیریم که داستان رهبری جنبش ملی، رهبری مارشال دوستم در شمال در بین ازبکا و ترکمنها در حال ختم شدن است، در بدخشان هم چنین است. در بدخشان هم دیگه گلیم جمعیت و ربانی و صلاح الدین جمع میشه. چرا؟ محیط اصلی مقاومت در برابر طالبان و حفظ مدنیت و افغانستان جدید تحت رهبری کلاسیکای گریخت از میدان ناممکن است. باید داشته باشیم که ازبکا و ترکمنها در شمال ظاهرا مردم های فروتن، سربرا و استوار متحد بین خود هستند. اما اگر با یک سرنوشت تحمیلی مواجه شوند، این مردم در یک شرایط خاص بسیار به نیروی بیرحمی تبدیل میشن و هر یک از این قماندان ها میتونه با یک مارشال دوستم جوان تبدیل شود. آیا چنین چیزی در پنشیر هم اتفاق خواهد افتاد؟ این موضوع را آینده نزدیک به ما شما نشان خواهد داد. تا برنامه بعدی، بدرود.